سلام، وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول ثور سال 1400 هجری خورشیدی است. نخستن سرخط خبر. به بهره برداری سپرده شدن 5 پروشه در جوزجان. کشته و زخمی شدن 10 تن از افراد طالبان در فاریاب. و سفر وزیر دفاع تاجیکستان به تهران. نشر خبرها. پنج پروژه به ارزش بیش از 4 میلیون افغانی در ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شده است. مسئولان تطبیق کننده این پروژه ها میگویند که 5 پروژه بعد از تکمیل کار آن در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شده است. 5 پروژه به ارزش بیشتر از 4 میلیون افغانی در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد. مسئولان محلی در این ولایت میگوید آنها 5 پروژه را که شامل تعمیر مکتب، دیوارهای استنادی و پلچک می باشد، از سوی دفتر اکتید در ولسوالی خانقاه این ولایت به ارزش بیشتر از 4 میلیون افغانی تطبیق شده بود به بهره برداری سپردند. با 5 پروژه خرد و بزرگ عامل منفع و انکشافی را افتتاح و به بهره برداری سپردیم که دیوار استنادی بود، یک مکتب ابتدایی 60 صنفه بود، یک وای پلچک بود و دو دانم تقسیم کننده آب بود که به هزینه بیشتر از 4 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. به گفته آنها با تطبیق شدن این پروژه ها قسمتی از مشکلات مردم این ولسوالی در بخش های متذکره حل شده است. و این پروژه ها از طرف مؤسسه محترم دفتر اکتید تمویل گردیده بود در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان تا مشکلات مردم در قسمت چالش‌ها و چیزهای سده راهشان مرفوع گردند. در همین حال انجینیر امان الله امین، مسئول ولایتی دفتر اکتید، میگوید آنها در ولسوالی خانقاه این ولایت بر علاوه این پروژه ها در بخش های توانمندسازی بانوان نیز کار کردند. میکنیم که عملا نال هم صنف های محلی تسری و صنف های سادآموزی عملا تحت کار است. ما شاگردای در ولسوالی داریم در قرا و قصبات مختلفشان و در پلوش ما در بخش ساختمان ما خوشبختانه امسال یک مکتب هم در ایجاد داریم که امروز قرار افتتاح شود. کارش تقریبا بیشتر از 98% و 95% تکمیل شده. مکتب ابتدایی است، 6 صنفی در قریه بکاول است و در پلوش ما در بخش ایریگیشن یا پروژه آبیاری داریم که قبلا ولسوال صاحبم یادآور شدن. ما یک دیوار استنادی داریم که تو 100% کارش تکمیل است. در پلوش یک پلچک، یک پلچک است که او را هم تکمیل کردیم. باشنده های این ولسوالی با قدردانی از افتتاح این پروژه ها میگویند آنها تا اکنون نیز در بخش های مختلف بالخصوص معارف با چالش های جدی روبرو هستند و از مقام های محلی این ولایت میخواهند تا در رفع چالش های آنها رسیدگی نمایند. مشکلات بس کتب درسی کم بود، معلم کم بود، تشکیل بس کم، یعنی نظر به شاگرد که کوره بست، تعداد درسی، شعبات درسی کوب، ولیکن مجبور بست که هم از که بزه یه چطور سه معلم لرده و شنگه ایار قگم بست، معلم کم، وزه بست، کوشش قلعه بست، هر صنف که برابر کلده، حتی وزم شخصاً وزم تدریس قلمان هر مضمون که برابر کلده. در این حال مقام های محلی این ولایت از جریان کار چندین پروژه در این ولسوالی سخن میزنند که با تکمیل آنها چالش های باشنده های این ولسوالی نیز مرفوع خواهد شد. 10 تن از افراد طالبان در پی عملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی کشور در ولسوالی های قرمقال و دولت آباد فاریاب بالای طالبان ضربات هوایی را انجام دادند که در نتیجه 7 تن از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در اثر ضربات قوه هوایی کشور در ولایت فاریاب 10 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک ضربات هوایی را بالای تجمع گروه طالبان و یک چک پوینت گروه طالبان در مربوطات ولسوالی دولت آباد و ساحه جنگل ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب را اندازی نمودند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این حمله هوایی 7 تن از افراد طالبان به شمول 1 تن از افراد کلیدیشان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است. با قول از این خبرنامه در اثر این حمله هوایی 1 اراده وسایط نقلیه، 4 اراده موتورسایکل، 2 باب قرارگاه و 1 محل چک پوینت گروه طالبان از بین برده شده است. همچنان 1 عضو کلیدی گروه طالبان به نام ملا صحبت الله مشهور به سیرت همراه با تجهیزات دست داشته است. بعد از درک حقایق در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب به نیروهای امنیتی تسلیم گردیده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد چیزی به رسانه ها نگفته است. در پی درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت غزنی 9 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلوردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه گفته است نیروهای امنیتی در ولسوالی اندر ولایت غزنی با طالبان درگیر شدند که در نتیجه 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگرشان جراحت برداشتند. در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت غزنی 9 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قول اردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 1 عملیات خاص را بالای گروه طالبان در مربوطات ولسوالی اندر ولایت غزنی راه اندازی نمودند. این خبرنامه می افزاید در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگرشان جراحت برداشته است. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این درگیری مقداری از سلاح و تجهیزات نظامی گروه طالبان توسط نیروهای امنیتی تخریب گردیده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان در ولایت غزنی چیزی به رسانه ها نگفته است. در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندهار 20 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است روز گذشته نیروهای امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور در ولسوالی 5 وای ولایت کندهار یک عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات 15 تن از افراد طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. در یک عملیات هدفمند مشترک نیروهای امنیتی و قوای هوایی کشور در ولایت قندهار 20 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده است. وزارت دفاع ملی کشور با بخش خبرنامه میگوید روز گذشته نیروهای امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور در ولسوالی 5 وای ولایت قندهار یک عملیات مشترک را راه اندازی کردند. این خبرنامه میافزاید در نتیجه این حملات 15 تن از افراد طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشته است. در این خبرنامه آمده است در این رویداد مقدار سلاح و مهمات این گروه نیز تخریب شده و همچنان گروه طالبان 310 حلقه ماین مختلف النوع را که به خاطر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و مردم ملکی در مربوطات ولسوالی های ارغنداب و 5 وای این ولایت جاسازی کرده بودند که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. در این رویداد به مردم ملکی و نیروهای امنیتی هیچ‌نوع آسیب نرسیده است. ولایت قندهار یکی از ولایت‌های نسبتاً ناامن کشور به شمار می‌رود که در این اواخر گواه حملات گسترده طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان بوده است. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می‌کند. به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی این ساعت با من احسام الدین حیدری از تلویزیون بیگ خوش آمدید. در بازی دیشب تیم‌های فوتبال چلسی و برایتون در هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلیس در مقابل هم رفتند که در نتیجه بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت و با این تساوی تیم فوتبال چلسی مجموع امتیازات خش را به عدد 55 رساند و مجموع امتیازات تیم فوتبال برایتون نیز به عدد 34 رسید.
در هفته سوم بوندسلیگا دیشب تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ و بایر لورکوزن به مسافه هم رفتند که در نتیجه این تیم فوتبال بایرن مونیخ بود که توانست تعریف خود را با نتیجه 2-0 شکست بدهد و گل‌های این دیدار توسط اریک ماکسیم چوپموتینگ در دقیقه 7 و جاشوا کیمیچ در دقیقه 13 زده شد. و همچنان 12 باشگاه انگلیس از حضور سوپر لیگ اروپا کنارگیری کردند. تیم های فوتبال لیورپول، آرسنال، چلسی، منچستر یونایتد، بایرن مونیخ، دورتموند، پاریس سن ژرمن از جمله تیم هایی هستند که کنارگیری خود را از حضور در سوپر لیگ اروپا اعلام کردند و همچنان باشگاه بارسلونا نیز حضورش در این لیگ را وابسته به تصمیم هوادارانش دانسته است. حال هم به وضعیت ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیمتان کردید. تا درود و بدرود.